مهمترین عاملی که میشه مرد عمل کرده کلیسا، چه به لحاظ نظری، به لحاظ نارسایی هایی که در مفاهیم و مباحث نظری و فلسفی داشت و چه به لحاظ عملی به خاطر استبدادی که در جامعه حاکم میکرد و کرده بود. در نتیجه این شد که در واقع شورش همگانی علیه این نوع به خصوص روحانیت اتفاق افتاد که هنوز که همون 500 سال بعد از رنسانس تداوم اون رو ما داریم در کشورهایی که کلیسا با استبداد پیوند خورده بود رو میبینیم. در روسیه هم اتفاقی که افتاد در اول قرن بیستم، بخش قابل توجهی از حرکت الهادی که اونجا شکل گرفت و ذهن و روح جوانها رو تسخیر کرد و 70 سال متابانش رو پس دادیم، دنیا این پس داد از اون رو روزها. امروز کمتر اندیشمندی تردید داره که کلیسای ارتدوکس در این نقش خیلی جدی داشت، باز به دلیل پیوندی که با استبداد در واقع برقرار کرده. بنابراین مهمترین سوالی که در مورد انقلاب اسلامی مطرح بودیم بود که این انقلاب نتیجهش باز یک استبداد خواهد بود یا عرض به حضور شما که میتونه به نوع دموکراسی و تأمین حقوق شهروندی ختم بشه. شما میدونید که دهه‌ای که انقلاب اسلامی پیروز شد به دلایل مختلف مستعد این بود که ایران استبدادی اداره بشه. دهه 50 که انقلاب اسلامی پیروز شد تمام کشورهای منطقه، چه امریکایی‌هاشون متحدین امریکا و چه ضد امریکایی‌هاشون، در یه چیز مشترک بودن و اینکه کشورشون استبدادی داشت. یعنی چه ایران، عربستان و کشورهای دیگه که متحد امریکا محسوب می‌شدن و چه کشورهایی که سوریه، لیبی و حتی دور دست‌تر کره شمالی، کوبا، همه کشورهای انقلابی دیگه در رأسش هم خود شوروی. توجهشون هم خیلی روشن بود، حکومت یعنی دیکتاتوری. فرق این دو تا بلوک اینه که دیکتاتوری اکثریت باشه و اقلیت. مارکسیستا طرفدار این بودن که دیکتاتوری باید اکثریت باشه. خب این طرف هم نقدشون هم به نظام ترجیح بود که این دیکتاتوری اقلیت و دیکتاتوری سرمایه. خب این تو گفتمان جهانی و تمام انقلابا کم و بیش همین مسیر رو در واقع رفت. به لحاظ داخلی هم ما بلافاصله گرفتار جنگ شدیم که تو جنگ هر کشوری که دوچارش میشه به طور طبیعی فضا بسته میشه. این همچنان که به لحاظ اقتصادی جیره بندی میکنن، گویی به لحاظ سیاسی هم آزادی رو جیره بندی میکنن و حد اکثر محدودیت ممکن رو ایجاد میکنن به خاطر اینکه امنیت هر فرق برد. به لحاظ تروریسمی هم که در جامعه ما اتفاق افتاد در سال 60، اون هم باز به تنهایی کافی بود که یک رژیم رو به سمت اداره استبدادی بکشونه. یعنی خود گفتمان انقلاب، جنگ و تروریسم سه تا وقتی دست به دست هم بدن و از اون طرف هم که جامعه ما به دلیل استبداد طولانی مدت نهادهای مدنی تقریبا هیچی نداشتیم، تنها نهاد مدنی که داشتیم روحانیت بود و نهادهای وابسته بود مثل مساجد و تکایا و حسینیا و غیره، اون هم با انقلاب اسلامی در واقع گویی رفته اون طرف میز، این طرف حکومت نشسته و در برابر مردم گویی قرار گرفته، اون نقش تاریخی خودش رو به دلیل اینکه مسئولیت حکومت رو پذیرفته به هیچ وجه نمیتونه به شکل گذشته خودش ایفا بکنه. خب بیایم تو شرایط انقلاب پیروز شده، درگیر جنگ شدیم، تروریسم هم هستش و نهادهای مدنی هم ضعیفه، دولت هم تو ایران همه ابزارهای استبداد رو در اختیار داشت. یک دولت پولداری به دلیل اینکه نفت انحصارا در اختیار دولت است و نفت در هر کجایی که در اختیار دولت باشه و حرف اصلی رو اگر در اقتصاد کشور بزنه، اولین اثرش اینه که به طور طبیعی ارتباط دولت رو با افکار عمومی و مردم میتونه قطع بکنه. دولت انقدر پول داره که مستقل از افکار عمومی و مستقل از مالیات های مردمی بتونه طرحهای اقتصادی خودش رو به صورت کلان پیش بره. تو جامعه ما از اول صدا و سیما، اول صدا و بعد سیما در انحصار دولت قرار گرفت. بنابراین ما انحصار رسانه داشتیم که در اختیار دولت بود و میتونست
خودش رو توجیه بکنه و با نقشی هم که دولت در آموزش پرورش و دانشگاه و غیره داشت دست بالا رو داشت در کل سیستم آموزشی و تولید و بازتولید ایدئولوژی برای حکومت. خب مجموعه اینا به علاوه اینکه ایران یک کشوری بوده که همیشه در معرض خطر بوده، بنابراین یک ارتش قوی می‌خواسته. تا اطلاع ثانوی می ارتش قوی رو خواهد، نیروی مسلح قوی می‌خواد. هر حکومتی در ایران سر کار باشه. 15 تا همسایه داریم و 1001 رقم مشکل جزء کشورهای نیستیم که بتوانیم با خوشبینی به قضیه امنیت نگاه بکنیم. و شما میدونید که هر کشوری ارتش و نیروی مسلح قوی داشته باشه، باز خود این بالقوه مستعد اینه که نظام سیاسی رو مستبد کنه، چون امکان سرکوب داخلی رو هم به همون میزان دفع عملات خارجی یا مشکلات خارجی فراهم میکنه. میدونید یکی از دلایلی که آلکسی دو توکویل نویسنده معروف فرانسوی در مورد دموکراسی در آمریکا داره اینه که آمریکا دور تا دورش دریا بود، بنابراین خطر حمله بهش خیلی کم بوده، همچنان که انگلیسی هم که وضعیتی داشته، بنابراین نیروی مسلح نیروی زمینی کوچیکی داشته و این نیروی زمینی کوچیک براش امکان اعمال استبداد رو فراهم نمی‌کرد. انگلیس نیروی دریایی بزرگ داشته، به درد کار سرکوب نیروی داخلی نمی‌خورد، برخلاف فرانسه که همیشه ارتش قوی داشته، بنابراین میتونسته هر نوع اعتراض داخلی رو سرکوب کنه. خب اینم وضعیت جامعه ما بوده. امروز در انسداد سیاسی که هستیم میخوایم نگاه کنیم ببینیم که چه عواملی باعث شده که ما به اینجا بکشیم. این یک امر محتوم بوده که ما هر کاری میکردیم باید به همینجا میرسیدیم، یا نه تا یه مسیر ما خیلی خوب حرکت کردیم از یه جای مرتبه انحراف پیدا کردیم. اینم یه تحلیل دیگه است، یا یه تحلیل سومی است که من بیشتر به اون تحلیل اعتقاد دارم که یه چیزی بین این دو تاست. یعنی ما یه خطاهایی داشتیم از ابتدا که اون خطاها در اون زمان قابل توجیهه و به نسبت خیلی از کشورها بعضمون اون وقت خوب بوده، اما در هر حال خطا بود. اون خطاها امروز در ابعاد مضاعفی داره خودش رو نشون میده. از یه جایی هم انحرافات جدی وارد شده که باید بتونیم تبیین بکنیم کدوم‌ها خطاهایی بوده که از ابتدا داشتیم و کدوم‌ها انحرافاتی بوده که از یه جا فکر می‌کنیم یه مرتبه این سرعت گرفته، این خطاها این شیب یه مرتبه تند شده و داریم به سرعت به سمت سقوط در واقع پیش می‌ریم. ما فرزند زمان خودمون، من تو این جزوام که نشستم خیلی از دوستان انتقاد کردن که تو چرا دهه اول انقلاب رو با دهه‌های دیگه متفاوت می‌گیری. من بزرگترین دلیلم برای دوستان اینه، ما دهه اول انقلاب علارغم همه خطاهایی که داشتیم به نسبت معدل کشورهای جهانی و به نسبت تقریبا همه کشورهای منطقه دموکراتیک تر بود. دیدیم بچه‌ها که چند سال رسم اینجوری شده دیگه، نمره میدن. قدیم فقط ما نمره میدادن که 12 گرفتی، 14 گرفتی، 16 گرفتی، ولی الان دو تا نمره میدن، هم نمره خودشو میدن هم نمره معدل کلاس. و به طور طبیعی آدم وقتی میخواد کارنامه فرزندشو ارزیابی میکنه، اولین کاری که میکنه معدل کلاس نگاه میکنه. هر نمره ای که بالای معدل کلاس آورده باشه طبعا تشویقش میکنه، چون معلومه بالاخره تلاشی بیشتر از بقیه کرده، ولو 14 گرفته. که اگه نمره پایین‌تر از معدل کلاس باشه ولو 18 گرفته باشه، ممکنه شما بگید که تو ضعیف اینجا عمل کردی، برای که معدل کلاس 19 بوده که داشتی 18. ما به نسبت معدلی که توی منطقه بود و توی جهان بود و به نسبت همه کشورها دموکراتیک بود، معناش اینه که نقض حقوق بشر نداشتیم، خطا نداشتیم. دموکرات ترین کشور منطقه ما ترکیه بوده. این بلاستان که پیروز شد یک دو سال برش بوده تا شون بوده، یعنی نظامی حرف هم بله باز تو سیاست میزه، این دموکراتیک تره. دهه اول بعدش پاکستان بوده که پاکستان اگه یادتون باشه دیانات زیاد حق اومده بود و کودتا نظامی بود و نظامی اونجا بداره. حالا بقیه کشوری که تا اینکه روشن خیلی احتیاج نبودش که مقایسه بکنه.
به لحاظ دموکراسی اتفاقی تو جامعه ما افتاده و این از یه نقطه آغاز شده اینه که ما تو دو دهه اخیر تقریبا نتانم نسبت به معدل جهانی عقب افتادیم. کشورهای همسایه داره میشه آرزوی ما، یعنی میگه میشه انتخابات ما مثل ترکیه برگزار بشه؟ ترکیه که وقتی ما انتخابات اینجا داشتیم همه پرسی داشتیم، هنوز که هنوزه در قانون اساسیشون اختیارات ویژه به نظامیان دادن و حرکت که حزب عدالت توسعه داره دنبال میکنه سیویل کردن به تعبیر خودشون قانون اساسیه، یعنی غیر نظامی کردن قانون اساسی. در سال 2010 یعنی اینقدر هنوز این جدی گرفتاری و مشکلات دارن، ولی این کشور درش انتخابات برگزار میشه که از جمله همین انتخابات یه سال پیش، چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، از ایران هم هیئتی دعوت کردن به ترکیه. یعنی برخلاف ایران که نظارت خارجی رو توطئه و خیانت میدونن، دولت ترکیه رسماً دعوت کرد از کشورهای از جمله ایران که بیاد انتخابات ما رو ببینید، ما اینقدر اعتماد به نفس داریم و اینقدر انتخاباتمون سالم برگزار میشه که دلمون میخواد شما برید این رو گزارشش رو به کشور خودتون بدید. یعنی دعوت خارجی اونجا نشانه اعتماد به نفسه، نه نشانه خیانت. من میگم خود سالم خوب میام میبینم کما که ایران رفت و دید و یک نکته سیاه تو انتخابات اینا پیدا نکردم. اختلاف هم بین دو تا جریان بود، یکیش اسلامی بود یکی سکولار. یعنی جورا بسه ایران که دو تا جریان مسلم و اسلامی باشن، حالا یکی گرایشش راسته یکی چپه، مثلا هر جور اسم شما بزنید. این اتفاق تو جامعه ما افتاده به لحاظ توسعه که داستان دیگه داره. انقلاب اسلامی موقعی که پیروز شد تقریبا جز غرب و ژاپن و کشورهای از این قبیل ما کشور توسعه یافته اقتصادی نداشتیم، ولی امروز که دنیا نگاه می‌کنیم توی سه دهه اینقدر کشورها به سرعت به سمت توسعه علمی و فنی و اقتصادی رفتن که بعضا اونها تعجب میکنن که چرا ایران انقدر عقب مونده. مهاتیر محمد دو بار با آقای خاتمی گفت بود، شنیدم دو بار هم با آقای هاشمی قبلا گفت بود. گفت بود 20 سال پیش اون وقت گفت بود، الان مثلا میشه 25 سال 30 سال پیش گفت بود. واقعا مردم ما رو درخت زندگی میکرد و این رو به عنوان یک ضعف به چیز نمیگفت که شرمنده باش که مثلا چیز بود، به عنوان قدرت خودشون میدونستن که از این کشور یک کشوری ساختن که الان حداقل سالانه 10,000 تا دانشجو ایرانی به طور جدی اونجا میرن و شروع میکنن به تحصیل کردن. یک کشوری که 30 سال پیش وقتی نگاهشون کنیم ببینیم چه بود، این فاصله براز علمی و فنی و اقتصادی. منطقه بحثمون چون بیشتر حداقل من چون فکر میکنم جامعه ما تا مسئله دموکراسی رو حل نکنه بقیه مسئله رو نمیتونه حل بکنه و حل‌های دیگه موقت خواهد بود و ما دو بار مدل که امروز دوباره دولت جدید بهش رسیده با بن‌بست توی ایران مواجه شده و به نظر من به همون دلیلی که اون دوبار منعکس شده به دلایلی مضاعف این مدل هم باز به شکست میرسه. یعنی مدلی که تش به لحاظ فرهنگی باز، به لحاظ سیاسی بسته، به لحاظ اقتصادی نیمه باز نیمه بسته، نفت دولتی ولی بگن بخش خصوصی رو میخوام تقویت بکنیم و به لحاظ سیاست خارجی هم برن مشکلاتشون اینجوری مثلا با قدرت‌های بزرگ حل بکنن، که این مدل هم در زمان شاشی که از خود هم در زمان اگه یادتون باشه دوره اصلاحات و از دوره معذرت میخوام آقای هاشمی که اصلا اصلاحات پاسخی بود به همچین مشکلی که در واقع در جامعه ما ایجاد شده. یه اتفاقی افتاده. دنیا چه اتفاقی افتاده؟ دنیا با فروپاشی شوروی دو تا اتفاق مهم افتاد درش. یکیش سیاسی بود و منفی، یکیش فرهنگی بود و مثبت. اون چه منفی بود با فروپاشی شوروی اتفاق افتاد این بود که نظام دو قطبی شد تک قطبی، بنابراین کشورهای ضعیف به طور جدی تحت فشار قرار گرفتن. مثل که الان مثلا تو جامعه دو جناحی بشه یه جناح، ما فضا اون بازتر میشه و وسط تر تو طبیعی وسط تر همه من تا یه اندیشمندم تو علوم روابط بین الملل ندیدم که بگه که اگه نظام تک قطبی بشه امکان نفس کشتن برای ملت و کشور ضعیف‌تر بیشتر فراهم میشه تا وقتی نظام دو قطبی یا چند قطبی باشه. روشن توزیع قدرت امکان نفس کشتن رو بیشتر. خب این جنبه منفیش بود
که امریکا خیلی انتظار پیدا کرد و توی اوج قدرت بود که فکر میکردن فروپاشی شوروی یعنی پیروزی امریکا و اون داستان کتابای آخرین انسان و پایان تاریخ و فوکویاما و غیره. اما یه اتفاق مثبت افتاد که درست نقطه مقابلش در ایران اتفاق افتاد و هم این بود که برای اولین بار توی دنیا کثیری از مفاهیمی که به حقوق انسان‌ها برمیگشت و تا لحظه سقوط شوروی به عنوان مفاهیم غربی مورد انتقاد وارد میشد حتی توسط خود ماها و لغلغه زبان همه ما شده بود یا حداقل اکثریت قاطع ما شده بود، یه مرتبه این شد یه گفتمان مقبول جهان. یعنی ما نسل انقلاب دموکراسی غربی از دهنش نمی‌افتاد. این غربی که می آورد مثل امروزی که در واقع آقای مصباح و شاگردانش بکنند، دموکراسی غربی یعنی دموکراسی مزخرف، یعنی دموکراسی سرمایه‌داری، دموکراسی بورژوایی، دموکراسی غیر انسانی. حقوق بشر غربی یعنی حقوق بشر یا غیر انسانی یا غیر اسلامی یا عرض به حضور شما بلنگار یا منفی، یعنی بلا تردید صفت غربیشو به خاطر منفی بودن بهش تاکید چیز می‌کردن. چرا؟ برای اینکه اون دوره‌ای که با هم درگیری داشتن، خب یه طرف استبدادیه داره میشد، محورش این بود که من دارم با عدالت جامعه رو اداره میکنم، اشتراکی‌گری، یه طرفش بر اساس نظام سرمایه‌داری بود که به هر حال درش آزادی‌ها و حقوق انسانی و انتخابات و مطبوعات آزاد و اخبارات و غیره حضور داشت، حتی دوخلی هم کشوره از به کمونیسم میتونستم به راحتی فعالیت بکنم. طبیعتاً انتقادی که به اون طرف مارکسیست ها میکردن اینه که بگن اینا غربیه، اینا فریبه، اینا دروغه، پشت سرش عرض به حضور شما یه اقلیت سرمایه‌دار در واقع نشسته و رهایی راستین همینه که ما میگیم در شوروی ستاد دهنکشان جهان. اما شوروی که فروپاشید، در واقع این ادبیات هم با خودش فروپاشید و دموکراسی شد گفتمان جهان بلا رقیب. حقوق بشر و انسانیت شد دین جدید، نه نظام سیاسی آمریکا که آقای فوکویاما مطرح می‌کرد. بله امروز بشریت هر نظرسنجی تو هر جای جهان کردن بالای 90% کشورهای دنیا دموکراسی می‌خواد. یعنی چی؟ یعنی حق تعیین سرنوشت. اینا مردم خودمون باید حاکمش باشن. جهان اسلام غیر جهان اسلام نداره. برخی از این نظرسنجی‌ها که کردن حق تعیین سرنوشت در جهان اسلام بیشتر از بعضی کشورهای غربی خواهند بود. اینقدر این گفتمان قوی است که ما که تو زندان بودیم دو ماه اول باید جواب میدادیم که چرا به عنوان یک توطئه ولایت فقیه رو با دموکراسی سازگار میدونیم. این توطئه است که گویی ولایت فقیه و اسلام و تشیع رو میخوایم از محتوا تهی بکنیم. شو در صورتی که نمیدونم جین شارپ و سوروس و از این اسمایی که میبردن اینا یاد ما دادن، ما هم داریم حالا اومدیم تو ایران داشتیم یاد. از ماه سوم بازجویمون شدن دموکرات، ما شدیم مستقل. اصلا نمیتونستن یه دموکراسی در بیارن، شدن گفتن آقا ما دموکراسی خواستیم، شما دیکتاتوری که اقلیتی زیر بار رای اکثریت و دموکراسی شد یه فرهنگ جا افتاده برای اینا که اصلا اینا انگار از اول پای گذار دموکراسی در ایران. چرا؟ معلومه امکان نداره کسی بتونه با این حق بجنگه. یعنی چیزی شده حق تعیین سرنوشت مثل عدالت، هیچ حکومتی تو طول تاریخ نمیتونه که من عادل نیستم. ظالمترین حکومت هم میگه عدالت نیه همین کاری که من دارم انجام میدم، چون بالاخره تلاش بزرگان از جمله انبیا و آزاد خاطر طول تاریخ لازم نظری تونستن این مفاهیم رو که منطبق بر فطرت هست و البته بیشترین بارش رو خود فطرت داشته جا بیاندازن. اما لازم عملی بوده که حالا یه اتفاقات دیگه میفته.